امیر متشکل از شش جهیل برنگ لاجورد افغانستان در کنار یکی دیگه قرار گرفته و خل ممکن رسیده کلشان ترسو استاد هستن. نه انشالله که خود از جا همشان زحمت کشیده درس خوانده و بر تمام این شاگردای عزیز چانس و خوب میخوایم. گندم تو کس چوب میزنه؟ آه یرم غذایش بوشا. سلام. این بار می خواهیم شما را با خود به ولایت دایکندی ببریم تا آخر این سفر ما را یاری کنید. این بار سفر متفاوت از سفرهای دیگر است. منزل دور و راه میان دریاها و دره‌ها. ما باید از کوتل‌ها و قله‌های بلند کوه عبور کنیم. در راه سرگرم دیدن طبیعت زیبا، قریه‌ها و خانه‌های کوچک هستیم. بعد از 3 روز سفر های میدان تای میدان به منزل رسیدیم. بله، دایکندی. ولایت جدید التاسیس دایکندی در مرکز افغانستان موقعیت دارد و به ولایت بامیان، غور، غزنی، اروزگان و هلمند متصل می باشد. دایکندی از صعب العبورترین مناطق کشور می باشد. با وجود کوهستانی بودن مناطق مختلف این ولایت، در زمستان به مدت 6 ماه سرمای شدید حکم فرماست. دایکندی 22019 کیلومتر مربع مساحت دارد. از لحاظ سیستم اداری و حکومتی این ولایت دارای 9 واحد اداری است. دایکندی در گذشته ها مطابق تقسیمات اداری سال 1383 یک واحد اداری به نام ولسوالی دایکندی تحت اداره ولایت اروزگان بود. با وجود اینکه این ولایت در سالهای اخیر دچار تغییرات شهرنشینی شده است، ولی هنوز هم در جای این شهر و این ولایت قلعه‌های قدیمی که نشان از اهمیت سیاسی و نظامی این منطقه دارد وجود دارند. دریای هلمند که یکی از بزرگترین و پرآبترین دریاهای افغانستان است، از این منطقه می‌گذرد. با دیدن این دریا و یک دریای پرآب، من شخصا خودم بسیار زیاد احساس خوشحالی می‌کنم و آرزو دارم که باشنده‌های ولایت، مردم عزیز ولایت بتوانند به صورت درست از این آب در قسمت زراعت و مالداری استفاده بکنند. آب و هوای مناطق مختلف این ولایت در فصول سال با هم بسیار تفاوت دارند. بار اول ما از اینکه به ولایت دایکندی میایم و دایکندی هم از ولایت‌های جدید التاسیس است
تأسیس ولایت تان برتن تبریک میگم، تبریک باشه برتن. سلامت باشین. از اینکه می شهرتون منطقه تان یک ولایت شده خوشحال هستین؟ بله بسیار خوشحال هستم. خب بر ما بگوین که چی امیدها و چی آرزوهایی دارین شما به می ولایت نو تان به دایکندی؟ والا امید آرزوی ما هست که دایکندی هم مثل دیگر ولایت ها یک مقدار پیشرفت کنه. اینو خودتون شما میبینین که وضعیت از ما این میره خلاص خواب و خوشحال بود دیگه. حتی می داخل مثل بازار ما هم یک پخته نشده دیگه. شما راست میگین، قبلا که این صحه ولایت نبود و حالا که ولایت شده چی فرقای آمده؟ والا خوب شده دیگه یک مقدار، به خاطر که قبلا مرکز ولایت ما ترنکوت بود. مردم از این چه قدر با سختی اگر میخواست مرکز ولایت بره باید 10 روز 15 روز پیاده راه تایی میرفت. حالا خوب شده دیگه، مثلا میرسه در ولایت. طبیعت دایکندی کوهستانی است با درهای عمیق و کوهستانهای خشک، اما به دلیل کم ارتفاع بودن نسبی رشته کوه‌ها در تابستانها هوا گرم می شود و این باعث شده تا مردم این نواحی کوهستانی بتوانند محصولات و میوه های گرمسیر مانند زردالو و بادام پرورش دهند. حالا به هری بادام ها را دور کرده میرین، در بوجی انداخته میرین، این کجا میبرن بخیر؟ این کابل میبرین. کابل میبرین؟ کابل، غزنی. اگر خواستین بادام بخورین و بادام بخرین در می دایکندی و در نیلی بیاین، اینجا خوب ارزان هم هست. بادام زیاده. بادام خوب هم هست. یاد سه قسم بادام هست، یکی را سنگکی میگه، یکی را ققتی میگه، یکی را کفمل میگه. یه طور هر قسم بادام هست، یه کن سنگکیش هست. قدسنگ هم میدن هم میشه؟ قدسنگ میدن میشه. سنگکی که کسی قدسنگ میدن میشه. اون که میدن یه نسیده که پس معلومه که خوردن نمیشه. باش که مغز جی بادام چی بسته؟ سعی کن. تو بگی یک شما بادام زیاد بگیری. بادام بده اینا را. نه نه زیاد بگیری. نه نه دو کن. ما خودم دو ندارم خوب. میدن همی که زیاد دیدیم چشم ما سیر شد بگی. نه وخن بگیری. بو بر نجای میتنیس بو بر نجای میده کنیس بخورین. بادام از مایه. خیلی پیخی اجازه. نه نه زیاد بگیر. باید دوستا خیلی. نه نه زیاد بگیر. سلار من تا بلا نمی کنم. تو بگو تکتیز بگیر. نه 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 از لحاظ جمعیتی و قومی در این ولایت اقوام هزاره، پشتون و بلوچ ساکن می باشند که بالاترین نفوس را هزاره ها تشکیل می دهند. زبان مردم دایکندی عمدتاً زبان دری محلی یعنی هزارگی است و مذاهب موجود در این ولایت تشیع جعفری و تسنن حنفی می باشد. دکتر دایکندی بر شما سلام برسه. خوب هستین؟ صحت سلامت؟ تشکر، شما خوب هستین؟ بخیر باشین. کارهای خانه‌تون زیاد است یا کارهای مکتب و کارهای کورس آموزشی‌تان؟ کارهای خانه زیاد است. شما زیادتر کدام شده دوست دارین که کارهای خانه را انجام بدین یا اینکه برین مکتب درس بخونین و بالاخره صنف درسی برین و بیاموزین کامپیوتر، انگلیسی؟ ما این زیاد دوست داریم که برید درس بخونید در کورس‌ها، در کورس‌های کامپیوتر، خصوصا در کورس‌های انگلیسی، کورس‌های ساینسی. بسیار خوشحال هستم از اینکه یک صنف آموزشی رو میبینم و اون با صنف آموزشی کامپیوتر در شهر نیلی. آقای جمالی چطور شد که این صنف آموزشی کامپیوتر تأسیس شد و پلان درسی شما چگونه است؟ بلان این کورس کامپیوتر با کمک مالی مردم آمریکا یعنی USAID تأسیس شد و پلان درسی از ما این رقمی است که به اصطلاح ابتدا از پروگرام ویندوز شروع کرده و تا 3-4 تا پروگرام آفیس را برای ازنا یاد بود. دوستا خب با شما خوبتر معلوم است که حالا دیگه عصر تکنولوژی است و در عصر حاضر استاد یک کسی که تنها خط خوانده بودن او را باسواد نمیگن تا ای که کامپیوتر یاد نداشته باشن. و بسیار گپ خوب هم است که این دخترای دایکندی بدون از کارهای خانه کامپیوتر رو گپا رو میاد بگیرن. فایده کامپیوتر وقتی میفهمین که از کامپیوتر استفاده بکنید. ایت
چفی خوب زیاد بوی نمیده که همه قاسینی بر بزنم بس هست یاد دیگام همه که بس هست های میدان و تای میدان قریه جوکل از جمله سه قریجات هستند در ولایت دایکندی که قبلا از نور برق محروم بودند و حالا با کمک مردم امریکا اونا از روشنی برق مستفید می شوند بخاطر اینکه برای این سه قریه سولر توزیع شده. بیاین که سری به قریه بزنیم و از حال و احوال زندگی این مردم با خبر شویم. ما زمانی که در قریجات میایم و در اطراف میایم یک چیزی که بر ما سوال برانگیز است که چطور مثلا یک فامیل در قریجات زندگی میکنه بدون برق و بدون روشنی. خب اگر روشنی برق نباشه دیگه شما از کدام نور استفاده میکنین به خاطر روشنی؟ ما از نور چراغ. او چندان روشنی هم نداره. روشنی هم نداشت دیگه. خب از نفتش استفاده میکردیم اما قدرت نفت خریدن هم نداشتیم. بله خب و حال که بخیر با شما سولر توزیع شده حال دیگه در خانه شما چراغ روشن میشه؟ چراغ میشه وقت روشن دیگه بی خیلی راحت شدیم. قبل از اینکه بر شما امی سولر توزیع شوه و از نور برق عزیز استفاده بکنین آیا روشنی برق شما کدام جا دیده بودین که تو برق است و تو یک گروه از باز روشنی میته؟ ندیدم. غیر در شهرها در کوهستان ها که نبود دیگه. در شهرها میدیدیم در کوهستان که از مخ هیچ میسر نبود. این سولر شما چقدر وقت کار میته؟ این از هفته و چارچ میگیره؟ بله از هفته و چارچ میگیره. در روز را برو میکنیم روی هفته باز بیگاه دیگه و باتری چارچ میکنه باز کلید لام داریم روشن میکنیم به حد راحت هستیم. کدام لاین همی برق شما به آشپزخانه خود کش نکردین که در آشپزخانه هم روشنی باشه؟ هست هست اما دو لام داریم. امی زنا که از دوستا وقت غم آشپزخانه اول میخورند هم در آشپزخانه هم در توخانه. با امیدی که زندگی شما همیشه چراغان باشه و آسمان خانه تان همیشه آفتابی باشه. اقتصاد مردم بیشتر بر باغداری و دامداری استوار است. کشاورزی سنتی به هیچ صورت کفایت نیازمندی های مردم را نمی کند. مردم همه ساله مجبور می شوند که مواد غذایی را از خارج منطقه وارد کنند. این چرا شما ایرتید می کنید دوا؟ یه گندم دیگه ایر از نخواهی صاف می دیگه از چیز کاس یوای کنه دیگه. این گندم درو شده است دیگه؟ آه گندم درو شده است. ایر باز زیر پای دوا ایر جغل می کنید و زیر چیز می کنید کاکی جور که باز این دفعه بامپارو چارشاخ باد می کنید. خب باد می کنیم باز همی کاش رو سیوای می کنیم دانش رو سیوای می کنیم باز دانش رو بریم در خانه خودمون می خورید آرد ماد می کنیم نان جور می کنیم باز این کاش رو برای گاب مال چیز هست. خود گندم دایکندی چطور است از لحاظ کیفیت؟ این که باز آرد کنی نان کنی چطور نان از جور میشه؟ نان خوب میشه. نان چی دیگه حرف نداره دیگه. نان چی دیگه نامه. آقای کربلایی من بعضی وقتا در این قریجات جایی که میگردم در این پالوی خانه یکان چیزای گرد ماندگی میباشم تو کلچه های گرد گرد ترپی میگه او چی هستم؟ او ترپی از سرگین گاب جور میشه گوسپند مثلا از گاب و دینا مثلا هم سرگین میشه میگره برای زمستان او را میمانه خشک میشه با زمستان او را آتیش میکنه. شما دیگه شاید خوش باشین که مثلا گاو یا مالتان زیاد دیگه سرگین کنه؟ میبینی که اونا را میگیری فقط اینه میگیم بچه ها اینه میبینی که ترپی میکنه. آیا تنها سرگین از سرگین گاو استفاده میشه؟ تنها سرگین گاو در میگیره یا از خر یا هم؟ از همه حیواناتی باشه در میگیره. از گوسفند مثلا از گوسفند بیترتر هنه. یک رقم هم تا ترپی های خوب جور میکنه کلان باز اونا خوب بیخی هم مثل زغال رو میسوزه. خیلی من بگیم میگن یکان رفیقای ما که جمع کنم بعد از دیگه. دوستا دیگه برای تپی ساختن باید اول دیگه آستینا رو بر بزنم ها؟ بله. آه باش که این تپی خوب زیاد بوی نمیده که همه قاسینی بر بزنم بس هست یاد دیگه همه که بس هستن. خب این اول خوب حل کردین نه؟ بله. خب اول انداختین در بین سرگی نه؟ بله. و بعد از او باز این امرای پوست های بادام مکس میکنین؟ بله. باش که حالی انگوشتر انده ای قادگم نشه.
کال گفت بلد سرگین گاو انگشتر برام. دوستا تا حال دماغایم بند بود، نو دماغایم واز شده. خواه نه دیگه دفعه نفتون دو بینیدی چند چند روز بعد این کارا رو میکنه؟ سی روز بعد ها؟ تا پیز دختر کار دختر هاست یا چطور؟ در کاریجات؟ برای کار دختر هاست بسته مکه یا چطور؟ کلان کن کلان چکنم؟ من جمعی از گدام گاو خواهد بود شکر بد بود منظم باشه همه که بس جسده؟ بس شما که تا پیش رو بگیرم شکر کلان از امیال وقت چیز که تپیه ها آماده بسازیم باز ذخیره کنیم باز زمستان هم تو ایره در بتیم و تو اتاق گرم گرم بشینیم آخ عجب نور بن کلا زبایی دیدم از این روغن استفاده کنه از روز کیفیت چطور است؟ میشه؟ اونا ما هم خودیم تو خیر مکتبی دارم از کیفیت خیلی خوب است که؟ خیلی با کیفیت است دعوای شرط خونه کنم میکنه نه جمله جمعه بگی دیگه هم بگی این توزیع روغن و امثال این خوراکه ها برای شاگرده ها بخصوص به دخترها چی نفع میتونه داشته باشه؟ تشکر را توزیع غذایی چی بسکویت یا روغن سه ویژگی عمده را داره در مکاتب چیزی که ما تا حال احساس کردیم یکی موضوع تشویق شاگرده های مکاتب است یعنی کسایی است که به طور شفاهی یا خصوصی در مکاتب میخوان پروگرام طوری تنظیم شده که برای شاگرد های شفاهی که در مکتب رسمیت نداره نامشان حاضری نیستن برای روغن توزیع نمیشه یا بسکویت داده نمیشه روزانه ای قسم شده که او وادار به این میشه که حتما از طریق امتحان سویه یا کوشش بکنه خود مکاتب رسمی شامل بسازه یک موضوع و موضوع دوم سر اقتصاد خانواده ها تاثیر بسیار زیاد داره یعنی یک خانه که دو دختر یا سه دختر فرزند مکتب داره اگر 21 قطعه روغن در یک سال میگیره حداقل مشکلی از ناحیه رفع است این دو موضوع و موضوع سوم توزیع روزانه بسکویت در سر صنف یا غذای سر صنف همین تو توزیع روغن فیصدی حاضری ما را به صفر رسانده غیر حاضری دیگه کسی نمیشه به خاطر اینکه احساس میکنه که اگر ما امروز فرزند مکتب حاضر نشیم دو پاکت بسکویت ما که صد گرم بسکویت میشه همین میسازه به این خاطر فیصدی غیر حاضری ما به صفر رسیده فعلا او با قول هزارگی که کسایی که 5-6 دختر داره به اندازه یک نور روغن بارش میرسه سلام بیننده های عزیز رئوف سرخوش هستم فرزند شهید سروان سرخوش و برادرزاده داود سرخوش ما یک هنرمند محلی مردم دایکندی هستم الحمدلله در وطن ما آرامی امنیت وجود داره و در اینجا نماد فرهنگ ما الحمدلله رشد خیلی خوب داره و خصوص می دنبره آخ عجب نور بن کلا زبایی دیدم پیسن منی قومای دیده آسیال پیسن منی قومای دیده ما خودیم مدت 15 سال است که دنبوره می نوازم و می خوانم و تا به حال کوشش کردیم تانستیم سه البوم به دسترس مردم عزیز خود تقدیم کردیم
آخ اگه کافر نگه مولای آغی در مکه بدر ما خدای دیده در مکه بدر ما خدای دیده به نام مغول دختر به نام جدایی و به نام بامیان که تمام شنونده ها و بیننده های عزیز که تا هنوز دیده الحمدلله اونا پسند دیده. آقای مبارز اگر بر ما بگوین که امی طب شیری شاعران ولایت دایکندی از چی قرار است؟ طب شیری روی هست که یک ذهن خدادادی است، همانند چشمه جوشان می درخشد که واقعا پرخروش است و این شعرم که ظاهر میشه از اعضای انسان، از قلب انسان، از ذهن انسان، واقعا یک روشنی دیگری داره که واقعا شعر به معنای نمک غذاست. تمام غذا را که شما پخته کنین نمک نداشته باشه هیچ مزه نمیده، درست است؟ پس شعر نمک فرهنگ است. بله دوستا، و هستن شاعرانی که در ولایت دایکندی که سواد بسیار کافی ندارن اما استعداد شعری بسیار خوب دارن و دوستا و تعداد ابیات شعری مبارز صاحب بسیار زیاد است، میگن 11000 بیت شعر. بله 11000 بیت شعر ما تا به هنوز به طول 22 سال انجام دادیم. ده 11000ش 1000ش حتماً شعر است. حتما 11000ش حتما شعر است. خب شیخی که مبارز صاحب گل اگه یکی از نمونه های شعری تان بر ما بخونید. چشم یک بسیار شعری کوتاه محدود به یاد وطن خود، وطن عزیز خود افغانستان میخوانیم که وطن به عنوان مادر است به ما و شما. بهتون باشه دوستا که شاعرا وطن خدا بسیار زیاد دوست داره. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. ای میهنی زیبای من، ای زینت دنیای من، ای میهنی زیبای من، ای زینت دنیای من، این جنت روی زمین افغانستان از جای من. سرو بستان تو را صد آفرین دارم وطن، بیضای رخسار تو را در آستین دارم وطن. گرمسار اژدها میشد عصای دست او، مار صحرای تو را بیش از این دارم وطن. ای میهنی زیبای من، ای زینت دنیای من، ای میهنی زیبای من، ای زینت دنیای من، این جنت روی زمین افغانستان از جای من. ای میهنی زیبای من، ای زینت دنیای من، این جنت روی زمین افغانستان از جای من. تحصیل کنیم در خاک تو قربان نام پاک تو، گر مکتب امروزه است آینده فردای من. تو قهرمان صد فصد گلهای سرخ سرسبد، کوشیم با آبادی وطن اندیشه بالای من. این بود سفر های میدان تای میدان به ولایت دایکندی. تا دیدار بعدی منتظر ما باشید. خداوند یار و یاور شما. چی روزمره چی کار میکنی؟ روزمره؟ اما مال داشته بشه در مالداری خیلی مشغولی، اگر دیگه کار خانگی نیشه کار خانگی مشغولی دیگه به کارها رو میکنی دیگه. ما میزنهای قریه را که میبینیم